سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم بیش از 163 روز از آغاز یک جنگ در جغرافیای غزه میگذره جنگی که در روز 163 و میخوایم نقشهش رو با همدیگه بررسی کنیم ببینیم که دقیقا الان توی غزه چه خبره اینا چیکار دارن میکنن پیشروی ها چیه بوده و چه اتفاقاتی رخ داده ما در این نبرد امروز و در 24 ساعت اخیر شاهد یه سری اثر نظرهای جنجالی بودیم یه سری اثر خاص بودیم که اینها رو میخوایم با هم بررسی بکنیم همچنین میخوایم بپردازیم به اتفاقاتی که در میدان رخ داده است من لازم هست خدمت شما عرض بکنم که امروز یک اثر از نتانیاهو خطاب به جو بایدن مورد توجه رسانه ها قرار گرفته نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حمله به رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که توقف جنگ غزه در شرایط کنونی به معنای شکست تلاوی است یه سوالی برای خیلی ها پیش میاد بعد از این فجایعی که رقم خورد و بعد از این کارهایی که کردن چه کسی فاتح میدان است فکر می کنم نظرها رو بررسی بکنید و مرور کنید چه چیزی در حال رخ دادن همه چیز عیان می برای یک گروه چریکی اینکه شکست نخوره یعنی پیروز شده برای یک ارتش یک نیروی نظامی دولتی و حکومتی این که موفق به شکست طرف مقابل نشه یک شکست اتفاق افتاده اینها در حال حاضر در غزه به یک بنبست رسیدند نه افکار عمومی دنیا رو میتونه کاری بکنه نه حامیانش رو میتونه کاری بکنه نه پیشروی موفقی میتونه داشته باشه و این هم اظهار نظرهایی هست که از اینها داره مطرح میشه من لازم هست بر این مسئله تاکید بکنم امروز اظهار نظر دیگری از نتانیاهو مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود بر اینکه با وجود فشارهای بین المللی جنگ در غزه را ادامه می دهیم و از بین بردن حماس از اهداف اصلی من می باشد خیلی ها در فلسطین اشغالی نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن من یک نمونهش رو خدمت شما ارائه میدم یکی از وزرای رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه نتانیاهو گفته که هیچ طرح سازمان یافته ای برای تخریب توان حماس وجود نداره با سوء مدیریت نتانیاهو جنگ در برابر حماس را خواهیم باخت ما روز به روز از پیروزی در مقابل حماس دورتر می شویم. باید از مدت ها پیش وارد گذرگاه رفح می شدیم هیچ طرح سازمان یافته برای شکست آنها وجود ندارد این بخشی از صحبت است که از سوی یکی از وزرای رژیم صهیونیستی روی خروجی رسانه ها رفته در پاسخ به نتانیاهو بچاله. جالبه توی بخشی از صحبتش گفته اهداف حماس مشخصه توی بخشی از اهدافش هم پیروز شده این به اون چیزی که رسیده این اهداف ما هست که مبهم هست و مشخص نیست به کدام سمت داره حرکت میکنه. لازم هست این رو هم خدمت شما عرض بکنم یک جنرال بازنشسته رژیم سهیونسی در همین خصوص به این اشاره کرده که ما جنگ را در مقابل حماس باختیم اسحاق بیریک ضمن اشاره به شکست رژیم سهیونسی در مقابل مقاومت فلسطین بر این تاکید کرده گفته رژیم در حال حاضر آماده جنگ در مرزهای شمالی نمی باشد این جنگ ممکن هست گسترده بشه منطقهی بشه ما توانش رو نداریم همچنین به این اشاره کرده گفته در نوار غزه و مرزهای شمالی علیه حزب الله اتفاقاتی در جریان است که دیر یا زود دامن ما را خواهد گرفت و آن وقت تمامی حقایق با همه جزئیات برملا خواهد شد من احساس میکنم که اون چیزی که اینا دارن میفهمن اینه که نتانیاهو به زور میخواد اینها رو وارد درگیری هایی بکنه که بتونه به خودش تداوم بده و حیات خودش تداوم بده اینا وقتی تاکید میکنن میگن که توان جنگیدن تو اونجا پرو پر نداریم و وقتی در خصوص شکست در غزه حرف میزنن و تاکید میکنن بر اینکه این, این نبرد رو با وضعیت فعلی نمیشه و نباید ادامه داد به نوعی دارن به همین مسئله اشاره میکنه که آقا اون چیزی که داره این نبرد رو پیش میبره و با این اهداف مبهم داره ما رو درگیر این جنگ همچنان نگه میداره کسی هست که میخواد خودش در قدرت حفظ کنه لازم هست بر این تاکید بکنم در ادامه اظهار نظرهای بسیار تند نتانیاهو خطاب به جو بایدن امروز این هم مطرح شده گفته که آیا وجدان اخلاقی خود را از دست دادی آنها برای برگزاری انتخابات فشار میآورند تا جنگ را متوقف کنن آیا وقایع 7 اکتبر رو فراموش کردی به جای فشار بر اسرائیل بر حماس فشار بیاورد این صحبت ها میدونی چرا داره مطرح میشه که این در روسه قبل برنامه رو خدمت شما ارائه دادم که آمریکایی ها به رئیس اکثریت سنا اومده استار نظرهایی رو مطرح کرده در این خصوص که انتخابات باید برگزار کنه نتانیاهو بره با این روندی که این داره پیش میره اتفاقا میتونه وحشتناک باشه بعد واشنگتن پست گفته بود این رو با هماهنگی بایدن مطرح کرده. این الان داره به اینها پاسخ میده آن چیزی که نتانیاهو داره مطرح میکنه پاسخی هست به این افراد اجازه بدید عبور بکنیم لازم هست بر این هم تاکید بکنم که یک اثر نظر کثیفی رو ما امروز از سوی لیدر اصلی یهودی های ساکن فلسطین شاهد بودیم نتانیاهو به این اشاره کرده بود که آقا این کمک هایی که شما دارید میفرستید در غزه داره میرسه دست حماس خب میدونید افرادی که در غزه هستند به ویژان که در شمال هستند در حال حاضر علاوه بر موشک و بمب و چیزهای از این دست گرسنگی هم به عنوان یکی از سلاحهایی که داره اینها رو از بین میبره رسما به این بازی اضافه شده رژیم صهیونیستی رژیم ناپاک و کثیف صهیونیستی میخواد کوشه شدن افراد و از بین رفتن مردم فلسطین از طریق گرسنگی رو ادامه بده بهونه باید داشته باشه توی بهونه خودش اومده مطرح کرده گفته این کمک هایی که شما دارید میفرستید میرسه دست هماس به خاطر همین من نمیذارم این کمک ها ادامه پیدا بکنه بعد از این اظهار نظرهایی که انجام شده جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واکنش نشون داده به صحبت نتانیاهو گفته برخلاف این ادعایی که نتانیاهو داره مطرح میکنه هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند جنبش حماس کمک های ارسالی به نوار غزه را برای خود برمیدارد این فرد در ادامه صحبت خودش تاکید کرده گفته همچنین از هیچ عملیات نظامی گسترده در رفح بدون وجود طرحی قابل اجرا که متضمن محافظت از جان یکونی میلیون آواره فلسطینی باشد حمایت نخواهیم کرد من لازم است خدمت شما عرض بکنم اینها اگر دلسوز فلسطین بودن اگر دقدقه مردم فلسطین رو داشتن اگر ناراحت اینها بودن چهار بار قطنامه هایی که در سازمان ملل برای پایان آتش بس مطرح شد رو وتو نمی لازم هست این رو خدمت دوستانم تاکید بکنم که برسیم به اینجا که آقا فری به این چیزهایی که اینها دارن مطرح میکنن و این لفاظی ها رو نباید خود. بر این هم باید تاکید بکنم یا لاپید نخست سابق رژیم صهیونیستی در صحبت خودش اظهار نظرهای بسیار تندی رو امروز خطاب به نتانیاهو داشته این فرد گفته که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم که هفته اکتبر وقتی اتفاق افتاده چه کسی نخست بوده حافظه ما کوتاه نبوده و به یاد داریم چه کسی حماس را ایجاد کرده چه کسی به تامین مالی آن پرداخته و چه کسی نخست وزیر اسرائیل در روزه هفت اکتبر بوده است این صحبت هایی که یای لاپید مطرح میکنه اصلا فارغ از اینکه بخوایم ببینیم که آقا منظورش چی بود از این حرف و, و چیزهایی از این دست مهمتر از همه اینها شکافی که در فلسطین اشغالی هست رو داره یادآوری میکنه شکافی که بین یهودی ها شدت پیدا کرده با تمرکز بر شخص نتانیاهو من لازم هست دوستان خدمت شما این رو هم عرض بکنم ما شاهد چند عملیات امروز در دریای سرخ بودیم اخباری منتشر شده از سوی کسانی که به اصطلاح خودمون رصد کننده تحولات دریایی هستن البته یمن هنوز واکنش نشون نداده بعد نکته دیگر این که تصویری رو دارید روی صحبتهای من مشاهده میکنید از عضو شورای یمن که در توییتی به ناو آیزنهاور آمریکا اشاره کرده این اصرار نظر رو باید صبر بکنیم ببینیم که آیا به معنای حمله ای که یمن میخواد انجام بده به این ناف هست یا اینها ای این برنامه برای این ناف دارن یا باید جور دیگری این ماجرا رو دید من لازم هست تاکید بکنم که ما امروز شاهد حملات راکتی مقاومت فلسطین به اجتماع نیروهای رژیم صهیونیستی بودیم همچنین مقاومت لبنان چندین حمله امروز علیه رژیم صهیونیستی داشته یک پهباد رژیم صهیونیستی در تیررس نیروهای مقاومت قرار گرفته و منهدم شده لازم هست بر این تاکید بکنم که مقاومت لبنان تاکید کرده گفته ما چندین مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در مرز رو مورد هدف قرار دادیم همچنین شکار سربازان اسرائیلی اطراف پایگاه ها و تسلیحات موشکی صورت گرفته حمله ای هم رخ داده این بخشی از کارهایی است که مقاومت لبنان داره انجام میده من لازم هست این رو خدمت شما تاکید بکنم الان توی ایام اخیر چندین فیلم از اصابت مستقیم گلوله هایی که اینها شلیک میکنن به نظامی های رژیم سهینسی در مرز منتشر شده این فیلم ها در حالی داره منتشر میشه که رژیم هیچ اشاره ای به تلفات به تلفات خودش در مرزهای شمالی نداشته مرزهای شمالی اتفاقاتی که درش داره رخ میده به طور کامل از سوی رژیم سانسور شده اصل ماجرا رو اگر بخوان روایت بکنن مشخص خواهد شد برای خیلی ها که چه چیزی بعد از 16 سال در مرزهای شمالی داره اتفاق میفته خلاف آن چیزی که همیشه در جدیان بود چون معمولا اینا حرف اصلی رو اونجا میزدن الان بیش از 160 روزه که مقاومت بالای هزار و چند صد عملیات علیه اینها انجام داده و داره ادامه میده. من لازم هست سکید بکنم ما شاهد انتشار اخباری از شلیک موچک از سوریه به جولان اشغالی بودیم همچنین مقاومت فلسطین اعلام کرده که تعدادی از نیروهای رژیم صهیونیستی رو در غزه به هلاکت رسونده دو عملیات از سوی گروهانهای قدس علیه رژیم صهیونیستی و عناصرش در غزه اتفاق افتاده جالب هست خبری رو هم شبکه ابریزبان کان منتشر کرده از مرزهای شمالی گفته یک موشک از جنوب لبنان به سمت خودروی فرماندهی یکی از گردانهای ارتش رژیم صهیونیستی در بین مرز لبنان و فلسطین اشغالی شلیک شده جزئیات بیشتری مطرح نکرده ولی همونطور که خدمت شما عرض کردم در مرز لبنان چیزهایی در جریان است نه فقط علیه سربازا و نظامیانشون از فرمانده هاشون داره کشته میشه از عناصر رده بالاشون داره کشته میشه بخشی رو رسانه هاشون حق ندارن بگن سانسور میکنن بخشی هم به این شکل از سوی این رسانه ها داره مطرح میشه چندین عملیات خونپاره امروز علیه نیروهای رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده اثر نظر یدیود آهارانوت داشته گفته امروز کابینه امنیتی در مورد میزان اختیارات رئیس موساد برای مذاکره در دوهه تصمیم خواهد گرفت و مقامات ارشد معتقدند که نتانیاهو برای خرید زمان بیشتر تلاش میکنه دقیقا همون نکته که خدمت شما عرض کردم میخواد این توافق رو به نوعی عقبتر بندازه ما همچنین در 24 ساعت گذشته شاهد چندین تظاهرات از سوی شهرک نشین ها در فلسطین اشغالی بودیم چندین هزار نفر در خیابان ها خبری هم از سوی مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان تایید شده که اشاره کرده گفته یک حادثه در 85 مایلی شرق عدن اتفاق افتاده انفجاری در نزدیکی یک کشتی رخ داده خسارتی به کشتی گزارش نشده و خدمه در سلامت کامل هستند این کشتی در حال حرکت به سمت مقصد خود می باشد حالا باید بریم جلوتر ببینیم یمنی ها در این خصوص چیزی خواهند گفت یا نه برای ما اون چیزی که سعی از حرف یمنی هاست یمنی ها درست میگن یمنی ها کشتی غرق کرده بودن اینا اون هم کار میکردن دیگه آخرش اومدن نتونستن کشتی رو ببرن به یک بندری منتقل بکنن مجبور شدن اعتراف بکنن فیلم عکسشون منتشر کردن و ادامه ماجره که در جریان هستید. دوستان تصویر رو دارید روی صحبته من مشاهده میکنید این تصویر مربوط به غزه هست خیلی از شما شاید براتون سوال باشه که در حال حاضر اوضاع در غزه به چه شکله داخل تصویر که مشاهده میکنید بخشایی از سفید دیده میشه بخش خاکستری هست و بخش های مشکی داره دیده میشه دو بخش شما با رنگ تیره دارید مشاهده میکنید مناطق تیره تحت کنترل رژیم صهیونیستی مناطق خاکستری که مشاهده میکنید از جمله بخش‌هایی هست که رژیم ازش عقب نشینی داشته حالا این انگیزه این عقب نشینی رو کارشناسانی که در حوزه نظامی اثر نظر میکنن باید بیا نقشه رو تحلیل بکنن بهش بپردازن من خیلی نمیتونم دربارش نظر بدم مناطق سفید هم مناطق آزاده این بخشی از آن چیزی هست که ما امروز بعد از 163 روز جنگ در غزه داریم میبینیم کانادایی ها امروز تظاهرات داشتن علیه رژیم صهیونیستی فیلم های منتشر شده از اعتراض آمریکایی ها به رژیم صهیونیستی توی بحرین توی بحرین استان سابق ایران یک تظاهرات بسیار پرشور رو مشاهد بودیم علیه رژیم صهیونیستی و علیه حاکمیت این کشور که به نوعی در اعتلاف دریایی علیه یمنی ها حضور پیدا کرد خانواده با سرای سهیون هم امروز بیانیه صادر کردن گفتن پیروزی فقط در یک صورت اتفاق میفته این که شما همش میگی دنبال پیروزی هستیم و اونم اینه که گروگانها ها برگردن این که حماس رو نابود بکنیم این برای ما نون آب نمیشه شما باید برید گفتگو بکنید و این خانواده های ما رو آزاد بکنید بعد جالب توی بخشی از این بیانیه به این اشاره شده گفته دولت ما منظورش دولت نتانیاهو هست اهمیتی به زندگی اسرا نمیدهت همچنین به عملیات زمینی در غزه داره ادامه میده خیلی از اینها حرفشون بر این هست که این نبرد باید خاتمه پیدا بکنه من لازم هست تاکید بکنم بر اینکه امروز آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل گفته شاهد افزایش بیسابقه مرگومیر کودکان غزه به خاطر سوء تغذیه هستیم فیلمها و تصاویری که از کودکان که دچار سوء تغذیه هستند در غزه داره منتشر میشه بسیار تکان دهنده است بسیار تکان دهنده است من شاید مثلا از سی تا فیلمی که امروز داشتم از بچه ها می دو سه تاشو تونستم توی کانال منتشر کنم مابقی شاید خیلی خونین هم نباشه ها ولی به حدی دلخراشه و به حدی با روح و روان بازی میکنه که اصلا قابل بیان نیست من امیدوار هستم که به زودی شاهد اتفاقاتی باشیم که به این نبرد و این جنایتی که علیه کودکان داره اتفاق میفته توسط ارتش غیور یهودی بچه کش ارتشی که جز بچه کشتن کار دیگه بلد نیست امیدوار هستم هرچه سریتر شاهد خاتمه این نبرد باشیم من لازم هست بر این تاکید بکنم امروز مقاومت فلسطین فیلمی رو منتشر کرده در این فیلم کنایه زده خطاب به صهیونیستا گفته ارتش شما از همان جامی که به ملت فلسطین میچشاند به نظامیان اسیر خود نیز میچشاند کنایه داره میزنه به اینکه همون اتفاقی که برای مردم فلسطین داره رخ میده در غزه و دارن کشته میشن برای نظامی های رژیم هم داره رخ میده برای اوسر و اونها هم دارن جان خودشون رو از دست میدن این بخشی از آن چیزی هست که امروز اتفاق افتاده دو تا خبر جالب میخوام برای شما بخونم به عنوان آخرین بخشای مربوط به برنامه امروز خبر اول این که یه سری فیلم و عکس منتشر شده از شکار یک افسر صهیونیست در ارتش رژیم صهیونیستی توسط فلسطینی ها نکتهش کجا هست این فردی که مورد هدف قرار دادن این مسئول عملیات محاصره بیمارستان شفا بوده توی فیلمی که منتشر شده نیروهای مقاومت فلسطین رفتن تو مرکز فرماندهی میدانی ارتش رژیم صهیونیستی اینو پیداش کردن مورد هدف قرار دادن این از جمله چیزهایی هست که توی این پنج ماه اتفاق افتاده ولی خب از جزئیاتش امروز رسانه ها با فیلم هایی که فلسطینی ها منتشر کردن داشتن صحبت میکردن لازم هست بر این هم تاکید بکنم والستیر ژورنال خبری منتشر کرده در خصوص ارتش رژیم صهیونیستی گفته این ارتش در حال حاضر در غزه گرفتار شده و با وجود اینکه قصد حمله زمینی به رفح را دارد اما بدون تامین مسیری امن برای خروج بیش از یک میلیون غیر نظامی از این شهر قادر به این کار نیست در حال حاضر دولت رژیم صهیونیستی در بحران گرفتار شده و نتانیاهو قبل از ارائه طرحی واضح برای خروج ساکنان غیرنظامی از رفه و به ویژه با وجود هشدارهای آمریکا نسبت به افزایش شمار قربانیان در میان غیرنظامیان نمیتواند به نیروهای ارتش دستور حمله به این شهر را بدهد من طولترش ترش نمی کنم این بخشی از آن چیزهایی هست که داره گفته میشه من لازم هست خدمت دوستان خودم مسئله ای رو تاکید بکنم رفقای عزیز شش ماه هست در یک منطقه تحت محاصره با حمایت آمریکا با مهیبترین تسلیحات و وحشتناکترین ها یک گروه چریکی داره صحنه رو مدیریت میکنه یمنی ها دارن در میدان کارهایی میکنن لبنانی ها دارن کارهایی میکنن عراقی ها دارن کارهایی میکنن این شاهکار مقاومتی این شاهکار مقاومتی برای این بچه ها دعا بکنید خدا قوت بگید به این بچه ها جوشن صغیر برای اینها بخونید هر کجا تظاهراتی دیدید شرکت بکنید من یه چند تا از رفیقا رو میدیدم اینا تو خارج از کشور فیلم برای من فرستادن داشته رد شده، وقت نداشته برای تظاهرات دیده وایسیدن در حمایت از فلسطین فیلم گرفته برای من فرستاده من عرض کردم گفتم بهش دمت گرم ای والا حتی اگه نمی‌تونی تو تجمع اینا شرکت بکنی فیلم بگیر برامو بفرست ما منکس بکنیم اینها باید انتشار پیدا بکنه اینها باید دیده بشه و این حرکات بسیار ارزشمند میباشد نکته دیگه این ندارم جز این که رفقای عزیز در آخرین روزهای هفته تبلیغات هستیم این رسانه‌ای که دارید می‌بینید این برنامه‌ای که ما داریم خدمت شما را میدیم و تیم ما از هیچ کجا حمایتی دریافت نمی‌کنه مستقل داریم کار خودمون رو پیش می‌بریم اگر اجرای ما اگر برنامه ای ما مورد پسند دوستانه اگر تمایل دارن که از ما حمایت کنن اگر دوست دارن به تیم ما انگیزه بدن درخواست ما این هست که از طریق بنری که دارید مشاهده میکنید ولو یک ریال از ما حمایت داشته باشی نکته دیگه ای ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر